İşin alacak. جوان جلسه نفهمیدم کی همچین جرأتی کرده. جامو بچه بچه تا بیلن کنم باسما واره دروغ نگو ندارم نه فله ما خودمون مش میزنیم جای دست پاره حسابش میفروشیم. حالا تو اومدی اینجا با میخوا برای ما زرنگی کنی ها جلو برگام شد. بچه نیم وچه بینشون میدی ها؟ نفهمیدم تو وکیل رسیشی یا بابا جونشی؟ نفس نوار تا تو حرکونت گرش ندادم خدا یا به خیل بگذرونیم سر زوری. نه بابا گردن کلفتی هم واسه شما ده بستر شده. حالا نمیشه کتا بیاین و از سر تقصیر ما بگذارین. آخه میدونی؟ آقا نه جونم تو چطوری نشدی ها؟ میبینی که خیلی خوبه. میگم ها چیه؟ شما خیلی زور دارین ها. ببینی مجبی چه در اونو را پیراندا؟ آقا به خدا من گناهی نکردم باور کنم. به خیالش بشه تقریبا سمری بودو بینم ناکس بیمعرفت همه تقصیر تو مردشون ریخته تو برم. پسر جون حالا دیگه برو خونتون. ممکنه پدر مادرت ناراحت بشن. باریکلا بده برو. خداحافظ دوست عزیز. بزن قدر بریم. جلا چه؟ اونجا رو ده. جیغیلم شده معلوم میشه از اون ناتو هست. کی این اسم رود گذاشت؟ پدرت یا مادرت؟ من هیچ کیو ندارم. پدر مادرت کجا رفتن؟ خیلی طرف داره سربار میشه. اما ستار میگه پدر مادر من تو آسمان هم خیلی وقت اونا رفتن. ستار میگفت یه روزی منم پیش اونا میرم. امو ستار دیگه که ببینم پس این امو ستار کجاست؟ امو ستار این بابای من بود. من رفت تو آسمونا دیگه من کسی رو ندارم. ببینم پس تو بی کسی کاری؟ بله من هیچ کی رو ندارم. تازه مثل ما هیچی خیلی نراحت نباش میخوای بیه پیش ما. چی چیه میخوای بیه پیش ما؟ ما الان پس اون چهارت مرجک برده میم میخوای یکی دیگه بهشون اضافه کنی؟ آتقی همه کس اینا پروردگاره خدا روزیشونو میرسونه. پسره کاری که ازش برده میاد تا میتونه هی نوخور اضافه بده. چیقی بزن بریم خونه ما تا میبریم شی بچه. شنگردان خواستم بگم یکی اون پایی کارتون ده. امان از دست تو مگه لال بودی میخواستی بگی من نیستم مگه خودت نمیبینی؟ داخل از اینا یکی هستی قربان زنه
اونشو نفهمیدم. اما جنس لطیفه. آها، بهش بگو الان میام. بله بله بله، از طرف شرکت اومدم. اتفاقا انتظارشون رو داشتم. یه گزارشی که باید امضا کنم. داری زبونت گور بگیره مرد. اینهو برچه خون سر هم میکنه. معذرت میخوام عزیزم. چی عزیزم؟ من الان برمیگردم. فکر میکنم از طرف شرکت اومدن. حتما بازم عمو منو احضار کرده. حتی اینجا هم راحتم نمیذارن. همین الان برمیگردم. رسیدم. ولی تو بی خود اینجا اومدی. جهان چی داری میگی؟ تو خودت گفته بیام. ما با هم قول و قرار گذاشتیم، گفته دوستت دارم، با هم عروسی میکنی. از سبک مغزی بعضی آدم ها دیوونه میشم. کی گفت با تو عروسی میکنه؟ من؟ به خودت نگاه کردی؟ اصلا قیافه تو به این میاد که با من عروسی کنی؟ مردم از لذت چه شستید شده؟ دهنش کف کرده. ما نکنیم ممکنه همینجا طرف شد. آقا چرا مردم از لذت میشید؟ یه خودم و ویل کن. پس یه چرخه کامیون چی کار داشتی؟ اگه آقا جلال با نرسته بود مرده بودی یا؟ بسته نخوا خانم، ما یه کل به خرقی داریم. در و دیوارش رنگ و روغنی نیست، اما دل آدماش پر محبته. اگه بیاین اونجا قدم چشیم. یه چیز دیگه هم بگم، تو اون خونه که اومدی خانم جون از پروپاله خبری نیست. اما اینم بدونید نامردی هم نیست. خیالتون راحت باشه. باشه خانم جون، باشه. تا غروب نشده برنشین بریم خونه. باشه جان. بفرمین تو، بفرمین. بخوار نفری بچه. انتظار نداشتین نه؟ به باغ وحش ما خوش اومدید. ناراحت نباشید، خیلی زود عادت میکنید. عجیبه اینا، این بچه ها مال شما؟ نه بابا، ما رو چه به این حرفا. ما درختمون کجاست که میوه بارش باشه؟ ما هم از مال دنیا فقط همینا رو داریم.
خب پس حتما مال شما. من 50 سالی که پسرم ستاره خانم. پس اینا کیان؟ اینجا چی کار میکنه؟ آدم هایی که نمیدونن از کجا اومدن. یکی از گوشه خیابون، یکی از پشت در خونه، یکی از پشت دیوار بچه، یکی از تو بازار شمرون. بالاخره هر کدوم از یه جا جلو رای ما سرد شدن. قسمت ما هم این بوده ستاره خانم. در شما هم اونا رو آوردین و کنید. آره دیگه. ای بچه ها هنوز شما نخوردین؟ آه بیان ببینم، بیان ببینم. خیلی خوب، خیلی خوب. بریم واسهتون بخونم. بریم تو رخت خوابتون بخونم. از برم ما از ثبت شکل روزگار همیشه یک کفه ترازو سنگین تره. آره میبینم تو خاطر خواهی ولی طرفت این خیالش نیست. خب بالاخره به جواب رد داد. آره تو هم دلو چی کست و خواستی خواهد تو بکشی. آخه میگفت منو دوست داره. بریم امیدواری اون با ماشین تصادف کرده بود نزدیکی شیراز. آوردنش بیمارستان ما. من پرستار اتاقش بودم. بی قراری میکرد. بعد جوری زخمی شده. من خیلی بهش میرسیدم. در این مدت به من خیلی نوز گرفت. من این بعدها بهش عادت کردم. کار ما به جوری رسید که عاشق هم دیگه شده. میگفت میگیرم ات. میگفت من برای تو شوهر فداکار و تو برای من زن دلسوزی میشی. با حرفاش بال در می آوردم. قرار شد بیاد تهران در فرصت مناسبی منم پیشش بیرم. از تهران چند تا نامه نوشت. ولی بعد از اون تمام نامه های من به جواب بود. دل واپس شدم. دیگه دست دارم به کار نمیرم. به خاطر کوتاهی در کارم منو از بیمارستان اخراج کردم. فکر کردم اون
چون مادرم مخالف بود تصمیم گرفتم به تهران بیام و پیش مردی که به من امید زندگی داده بود برم. همون وقتی با اون رو برو شدم که آره دیدی نه بهاریه نه چهچه بلبلی زندگی رو بی تفاوت دیدی آقت کرم درسته؟ من همه چیز رو فراموش کرده بود سر و وزم رو به رخم میکشید حتی میخواست مثل یک گدای خیابونگرد این پوره مردم این داره این طوری هم دیگه چشاشونو میبندن و این سگ از سال پیش هیچ کیو نمیشتسن امروزشون با فرداشون روزشون با شبشون زبونشون با دلشون یه دنیا فرق داره. خب سر خانو میشه بگی آقای خوشبختیه که اینجوری کفران نعمت میکنه؟ اسمش جهانگیر خانه میگن صاحب کاباره خروس طلایی. خب به طور چه ناکسی هم خورده چی؟ مگه شما اونو میشناسید؟ بس چجورم جلا بهش بگو چجوری میشناسیمش. ببینم شما از کجا میشناسینش؟ آره اون صاحب تموم این راسته است. با اجازه شما 6 ماه تمومه که اجاره خونهشو مرتب سر برج بهش نمیدی. تو هنو دوستش داری؟ من آره ما هر کمک از دستمون ساخته باشه کوتاهی نمی کنیم. هیچی ولش کن اون وقتی داره فکر میکنه نقشه میریزه این چرت و پرت رو پشت سر هم میبافه. پیدا کردم دیگه از این بهتر نمیشه. بالاخره پیدا کردم. چی رو پیدا کردم؟ از اون کله خراب تو چی میتونه بیاد بیرون؟ به برگ عزیز جفتتون پیدا کردم. کوشت رو بیاری جرتا به تو مگم بیاری جرتا تمام جا قبلن رزرو کنید. حالا ببین شاید بشه کارش کرد. ایشونو به جنه بیاری؟ خیر قربان. پسر تو چقدر خیلی ایشون پسر جناب آقای اشرف المامالک است. بله همون بازرگان معروف. نه بی بوتی. ها متوجه شدم. همون نویسنده مشهور درسته؟ نه حال باشم. ایشون همون یعنی کلام یک اسکناس 20 تومانی تو جیبرا رضا حالا به جا آوردی. بفهم. عجب بذاره خیلی یاله. ها یه بار جا برو بریم. ساعت دیدن تو چشش گرد شده. ای بچه قیاف این دختر خیلی به نظرم آشنا میاد. نمیدونیم چیه. تا حالا اینجا نیومده. خوشگله نه؟ خیلی دارم میخواد اونو بشناسم. کم نگاه کن سیر میشی به زمیزو میشی. بیا نه بیا با خود تعارف نکن. بخوره بده بازم بخورم بده شما زیادیت میکنه ستاره خورم
خلاصه اینجاست که باید خودت نشون بدی. وای خودش من بترسم خیت کنم، دل تو دلم نیست. گوش کن، اگه بخوای موفق بشی باسون لونده بی تا بی همتا در قیمت، بی نظیر در سرویس. گروپ آف گولاین باز هم قیمتها را شکست. با کارت بیتا تماس با تهران 6.9 سنت، بله تماس با تهران 6.9 سنت، از ساعت 4 تا 11 شب به وقت نیویورک و 12 سنت بقیه ساعات روز. تماس با شهرستان ها و موبایل ایران 12 سنت، از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب به وقت نیویورک و 18 سنت بقیه ساعات روز. با کارت بیتا تماس با اسرائیل 5.9 سنت دوشنبه تا پنجشنبه، 6.9 سنت جمعه تا یکشنبه، از 12 ظهر تا 12 شب به وقت نیویورک و 9.9 سنت بقیه ساعات روز. با کارت بیتا تماس با ارمنستان 7 روز هفته یروان 15 سنت، بقیه شهرها و موبایل 25 سنت. با کارت بیتا آمریکا کانادا دیدنی تر است. سرکار خانم رویا، ممکنه تقاضای حقیر رو بپذیرید و افتخار به بنده بدید که در کنارتون برم؟ بله حتما. خواهش میکنه. Shimmer, 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 shimmer,
خیلی ببخشین یرم رفت خانم رویا آقای جهانگی خان نهایت در وصف شما هر چی بگم کم گفتم خانم شما واقعا یک فرشته اید شما خیلی لطف دارین آقا بازم ازتون متشکرم خب اگه چاق سلامتی تموم شده بفرمید بشین بله بفرمید خواهش می‌کنم بفرمید اجازه بدید ما یه چند دقیقه میریم و برمیریم کجا میخوا بری بگی بیشین نه جورتون واجبه حتما با در میدونی یکی از همقطارای مرحوم بابام اینجا دیدم میرم ببینم خبر مبری از مرحوم عبدی نداره زود بر بگرم با اجازه خوش کلا سلام اوه الهی قدره که تون بگید بی جلو تو بی جلو تو بی جلو بی جلو تو بی جلو نه تا بی جلو میدونی امشب همه تون مهمونوه بکر اردم به اینا مشروف بده بی جلو جلو بیا بی جلو بیا چرا قدره تو هم برم بی جلو بی تو مقاله ناجی ببینم من دوست نداری تو کجا بودی بی جلو ببینم بی جانم خیلی عجیبه وقتی به شما نگاه میکنم مثل این که سال هاست با هم آشناییم قیافتون خیلی برام آشنا حق با شما زیاد اتفاق میفته که قیافه ها به هم شبیه باشن درسته ولی به نظر من اینجور میاد که شما کشون تازگی از فرمایی برگشتن یه چند سالی تو پاریس بودن بله بله من در پاریس دوره منشیگری رو گذروندم بله به هر حال از آشناییتون خیلی خوشبختم گیلاسمو به سلامتی شما میخورم خانم رویا به سلامتی خانم رویا به سلامتی نوش جون تو جوارای وجود تو ببینم گارسو مزه چی داری چیپس و پس نداشم مزه لوتی خاکه بیر جلو بیر جانم حالا نوبت توه بیر جلو وقت الهی که اون درد بلا پلنده بخوره تو فاصل آبی سرم پسر حساب با چی شد قربان 225 تا خوش حساب چه ارزون حساب کردی بیا سیصد دویست این هم سیصد بیا این هم مارتو واس خود یه جا کپش بخواد بیا این هم مارتو واس خود یه دامن قشنگ بخواد بیا این هم مارتو یه مارتی خوشتی واسه زباد بخواد بیا میتونم ازتون تقاضا کنم فردا برای نهار به اتفاق دوستانتون بندر سرپرست ببرم نه مزاحم نمیشیم خواهش میکنم تعارف رو بذارید کنار خانم رویا فردا در منزل منتظرتون هست مرسی چیه؟ چه راه افتاد؟ چیز عجیبیه بارنجور ما تحرک ما ندیده بودیم وایسا بیبینا نیم عجب یا حالا دیگه کارتون به جای رسته که منو دست میدیدی ها؟ الان خدمت یکی یکی تو میرسم ده وایسی اگر گیرم بیا بی قید قیمت رو میکنم ده وایسی زلیل مرده ها وایسی Thank you.
بدنی. خدا قسمت کنی. جانه خدا قسمت کنی. الان خودم قسمت کنی. نه که زوق باز نالوت یه چیز دیگه داری واسه ما که خودمون یه عمریه تو این کار معامل سفید کردی حقه میزنی جلو قاضی ملخ بازی. حالا تو سستم واسه چی اومدی اینجا بی کس و کار؟ والا اومدم کرایه بگیرم. آخه شهر برجی موزه بدتر از گناه میاری. گناه یکی بود حالا شد دوتا. یا اینجا تا یک کرسا بگدم برو پایین آزادی غلط پنالتی میزنم. برو پایین سفید. جانم یا برنج سفید اینم مرغ بیا بالا. چیز تو گلو گیر کرده. آب بخورین پایین میره. نه با این چیزا پایین برو نیست. بد مصب بد جوری ها گیر کرده داره گلو به زخم میکنه. اصلا میگم میگم که دوست دارم که یا بشو خوزرده وقتی که میبینم دلم یون میلرده بر نپری دست که منم قشنگی چقدر عید دارم کلم تو دل بری رنگی یار شیرین لبود گفت در دو بلا بجونم میدونی که من کی هستم آتاکی چش چرونم آتاکی چش چرونم من عاشق خام خور میخوام چه میخوای منم من پیر هنوز دورم عاشق بجیب کن میخوام چه میخوای منم چونو میخوام میخوام برای بایی میخوام میخوام برای میگیرم برم دست نمیخوام میام برم مرسی که میخوام میخوام ماما خودم میخوام میخوام عزیز بشبری میخوام ماما گردنبان میخوام عزیز بلندی شوهر این یکی ها توبم میشم توبم میشم چر نمیشم اگر بیای جلو پیشم نکنی کشم میشم میشم چر نمیشم میشم میشم چر نمیشم بیبی چقدر من ناز دارم قشنگم مثل گل هستم خوشاب و رنگم من مک دارم شوخ و شیرین و سدم میگم بکن هرچی بگی میادم حرف درست گفته نداره گل گفت گل کشت آره حرف درست گفته نداره گل
گل گفتی یا گل پشت رو نداره. آه بیان کن ساعت رو ببینم. من فکر میکنم روحیه ما خیلی به هم نزدیکه. البته تا عقیده شما در این مورد چی باشه خانم رویا. من فکر میکنم همینطور باشه آقای جهانگیر. آقای جهانگیر برای من امروز روز خوبیه، هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. عزیزم میخوام پیش تو اعتراف کنم تمام حرفایی که تو قلبم جمع شده میخوام بیرون بریزم. اون شب وقتی برای اولین دفعه تو رو تو کابارو دیدم یه مرتبه سر جام میخکوب شدم. زیبایی و وقار تو منو به زانو درآورد، حتی نتونستم یک لحظه چشم از تو بردارم. وجود تو منو طلسم کرده، من احساس میکنم در چنگ عشق تو اسیر شدم و تار و پود این عشق سر تا پای وجود منو در خودش گرفته. مقابل تو عزیزم از خودم اراده ای ندارم. باور کن تا این لحظه در مقابل هیچ زنی به زانو در نیومدم. باور کن. اجازه بده بهت بگم تو اولین و آخرین عشق منی. من مردم جهان، خوشحالم پیشت اومدم، خوشحالم که میبینم. عزیزم تو زندگی من بدونی عروسی داره نزدیک میاد. خوشحال نیستی جهان؟ تو چقدر گیجی. بگوش بگو چی بگم؟ همون حرفی که هر روز به هم میزنی. بگو که من اولین آخرین عشق تو هستم. زود باشه ببریم. برو بکب بچه، بیا بابا این بچه ها رو بخوابونشون. من که عدس اینو مرده. یه کارت دعوت اینجا ورده، بخون ببین مالی کیه. کارت مال جهانگیره به مناسبت تولدش مهمونه. بله ببینم. آره مال جهانگیره. بخون تو بارم بشه، این دیگه به سنگ پا گفته لیل معطلی. خاک دارم از دست این یارو عوضی میشم. کارش کن بریزش دور، عروس خیلی خوش پر پاس لبه خزینه هم میشینه. نه لازمه که به مهمونیش بریم، حتمنم باید بریم. بعدا این دفعشو بهتون میگم. جلال بز من برم یه فاس کتکش بزنم و بیام. نه بابا ولش خدا زده. خدایا با امید خودت حقی روزگار. خدا بیا اوی آخر امی خود ما را از شر شیطان حفظ کن. الهی ما امید تو
تو در دلم درد جادو
این دوتا که باش هستن مست بست بشن. میدونی سیاه مست. ببینم خوشکل گفتارت دارم جلال خوب جایی ها نعمت بارونه. میتونی یه امشب جلال خود بیجیری و دست از هیچ بازیت فرگلی نشتیری. میگن ترک آدم موجب مرضه. بالاخره من امشب حسابم رو با این جمانگیر صاف میکنم. میرون خودم هر ستاشون دارم ما رو میکنم نلوزی میکنم. عزیزم تو چقدر بابا جونه مانا بزرگت راست بگیم. برو که ربی بیرم عشقمو پیدا کردم. خب جلال بایی داده عشقم تو قلعه دیدالا بی با هم صفا کنی. من اینجا کار دارم جهانگی خواه نوازه به من دونش کن دلت خوشه. الهی قربونت برم بیا بریم دوباره عشقی خودمو. من تو تنها هستی تو مهمونی مشروب عشق الان صف کن ببینم بدی من اون قب قبه کن. بده بشه سر جات. گفتم بده من اون قب قبه کن. گفتم بده بشه سر جات. بنده من فعلا باید سرگرد میشم تا بعد عاشقی رو برو به سلامتی برو برو تو اولین و آخرین عشق من چیزی نشدیدیم.
چه صدای؟ صدای سیلی ستاره دیگه. نه بابا بیا برم. یاد اونم چه زدنی. میپرسی بسو چی زدمت؟ تو نپرس، خودم میگم. من زدمت برای اینکه منو نمیشناسی. میدونی من کیم؟ کی؟ تو ستاره؟ حالا منو شناختی؟ ارادتمند شما ستاره. بله ستاره، خود خودشه. حالا شناختیش؟ اما تو خودتو نشناختی، تو یه حیوان، یه گرگی. همه تون سرتاپا یه کرباسین. عروسکای رنگ و روغن زده. تو دنیای شما از لطف و محبت خبری نیست. همه تون دروغ میگین، نارو میزنین. تو یه دستتون گله، اما تو دست دیگه تو یه خنجر لخته. خب دیگه حق دارین. از حیوانایی مثل شما بیشتر از این نمیشه توقع داشت. خب آقای جهانگیر خان، امیدوارم دیگه این جمله مسخرتون رو برای کسی دیگه ای تکرار نکنین. عزیزم تو اولین و آخرین عشق منی. توف بیرده به این نامرد دو دوچکش بزرست. این جلال بیر که تو من حسابی که برسم. جلال گنامیری کیف کردن. وای خدا مردم از خوشی. آی دلم خونه که وقتی زدی تو گوشش اینام تو به امکار صدا کرد. آره جلال خودمونیم هیچ انتظار نداشت. وقتی خوابوندم تو گوشش چارشاخ شد و بر رو بر نگاه میکرد. وای مردم از خوشی. دیدی جلو پرچه به هم قطرش کنف به کنف شد. سیلی دو بابا بگو. آقا چه کیفی داشت. آقا ببخشید. آقا جلال شما این فرمایشیه. ببخشید شما پسر بچه‌ای به اسم جیغیل میشناسین؟ جیغیل چی شدی؟ حرف بزن. ببینم جیغیل طوری شده. ناراحت نشین، چیز مهمی نیست، یه تصادف کوچیک کرده. الان کجاست؟ حرف بزن. با من بیا ستاره، تو برو خونه پیش بچه ها بگو. ما هم یلانه برم. آره ما هم یلانه بیم. خیلی خواهد سوزار ببرم خبر بدیم. خب باشه. من دل با پسم، زود برگردیم. خب بابا برو تو خونه. نوکر ما میونه. روزگار تو فلک. خونه ما جلو این درست مثل لونه موشه. بفرمایید بالا. خواهش میکنم. میره بریم بالا. بفرمایید. چشم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینم آقا جلال شما هستی؟ انگار خودم هم. بگیم ببینم جیغیل کجاست؟ بلا ملایی سرش اومده؟ نه نگران نباشین، لطفاً دنبال من بیاین. چشم دنبال شما میاد. بریم تو. نهاش چیقیل جلال اونجور بگی چه نمی داره. جلال آتقی چیقیل جیقیل برن من. خوش اومدیم، ببینم از کجا من رو پیدا کردیم. چیقیل تو حالت خوبه؟
عالی عالیه. شما هم که اومدین بهتر بهتر. ببینم تصادف کردی بری، جریان چی بود؟ بابا سپر ماشین این آقایه پرتمون کرد رو زمین. تا اومدیم به خودمون به جنبین ما رو برداشت و برد بیمارستان. بعدش هم گفت باید بیای خونه ما تا پدر و مادرتو پیدا کنم. هرچی به این آقای گفتیم که والا بلا ما بی کس و کاریم، به خدش نرفت که نرفت. خلاصه بعدش هم از اینجا سر در رو بودیم. خب الحمدلله که سلامتی. اسمتون رو نمیدونم ولی هر کسین ازتون خیلی ممنونم، قلبا ممنون. خواهش میکنم، من کار مهمی نکردم، وظیفه من بود. هر حواسی کنم به چی چیا دارم. ببینم ناکست تو هنوز نیومدی یا رو تیغ زدی اینا چیه؟ خب جلیل را بیافت بریم. حالا نه. واسه چی؟ مگه اشکالی پیش اومده؟ میخوام با شما صحبت کنم راجع به این بچه. لابد بخواد پول دو درموش از ما بگیره. نه نه ابدا، لطفا با من به اتاق دار بیای. بگم با این گرش میکنم. بفرمایید اینجا خوش کنم. بچه باید به مدرسه بره، درس بخونه، باسواد بشه. میدونی این بچه خیلی با استعداده. والا نمیدونم چی بگم، ما که رومون عین تاییدی سیاه و دستمون بسته است. دقت کنین آقایون، من تو زندگی میتونم بگم تنها هستم. حاضرم این بچه رو نگهداری کنم، خرجش کنم، حاضرم بزرگش بکنم. فکرشم نکن عزت آقا، چقیل زندگی ماست، ما هممون مثل زنجیر به هم دیگه چسبیدیم. ببخت کنین بسه چیچیری پیشی شما ببینی، از کیسه خلیفه میبخشی؟ نه تاقی جون، اون باز خوشبخت بشه، نه مثل ما در به در و خونه به دوش. جانم، آخه این چه کاریه که تو داری میکنی؟ مثل بس که عقلت از دست دادی؟ مگه من کار بعدی کردم؟ تو اگه اینجا بمونی؟ من پیش شما باشم، پیش تو، پیش آتقی، پیش ستاره و بچه ها. تو خودت میدونی که دیگه بس چیقی، تو باسی که بمونی تموم شده رفت. آقا من اونو به دست شما میسپرم. نه مثل ما که میدویم و میدویم و بازم سر جای اولمونیم. اما این سعادتش اینجا بود، پیش تو، پیش بچه ها، تو جان ما. تو اونو بیرون کردی، تو اونو فروختی. نه اینجور نیست، من فقط میخواستم که تو بهش بگو تقی دیالا بگو. خوشبخت نمیشه. Thank you.
جیغی جونی خدمات
رو نمیره، اگه بدش به دختره پاک دیوونت میشه. آخه میدونی چیه؟ آخه نداره. بگی بابا من حوصله دنبال مشتری گشتن رو ندارم. رد کن بیا طولا. بیا بالاخره انداختی. نگو جون مولا خوب مالی گیرد اومده، بعدا خودت قدرشو میفهمی. ببین ما چه خریدیم؟ اما نگی یارو خر بودا. ست جارونه دارم. دفتر بگو ماشین شازره. چش قربان. و اما تو از فردا صبح اینجا مشغول کار میشی. روزی 15 تومن، هفته هم یه روز مرخصی داری. چطوره؟ عالیه. عالیه. تو برام به صبح خدافظ. با این عجله کجا بری بری؟ تو خونه یکی هست که باید بهش بگم از امروز من کی کارم. پچی، سجاد. انتظار نداشتی من اینجا بیام ها؟ تو؟ این چونه به اینجا؟ یه لذی تر برو تو گم کن. شما بوی از مهمون نوازی نبردین خانم. ما عادت نداریم گرگا رو مهمون کنیم. مهم نیست. جلال کجاست؟ ما با جلال کار داریم. چی کار داریم؟ آتقی اجازه بده. جلال بچه ها، جلال بچه ها به شما اتفاق بدیم. خب نگفتیم با جلال چی کار داریم؟ این آقا مأمور جلبه، با جلال کار داره. گفتم بگیم الان کجاست، ما باید دستگیرش کنیم. جلالو؟ مگه اون چه گناهی کردی؟ خانم باید به کمال تأسف بگم این گردنبندی که به گردن شما. این ممکنه چون میبینی کسیف تمام این موقعی زیر سر توی فکر میکنی میتونی به جلال تهمت بزنی؟ نه خانم، این تهمت نیست، متاسفانه حقیقته. ستاره خانم، قیمت این گردنبند 15,000 تومنه، تمام نگینهاش الماسه. اینو میدونستی؟ جلال از کجا میتونه یه همچی پولی بیاره و اینو بخره؟ این حرف دروغه، بوده تهمته. جهانگیر تو بگو که دروغه، تو رو خدا با جلال کاری نداشته باشید. تمام امید این بچه ها به اونه. میتونی بفهمی چی میگم؟ چرا به اون احتیاج دارن؟ تو میخوای اون پیش؟ خب تو پیش من بیا یا با من تانی؟ منم از شکایتم چشم پوشی میکنم. من تنب فرنگیزی؟ خیلی خوب، این فقط یه پیشنهاد. یا تو میایی میکنی یا جلال میره زندان و بچه ها بی سرپرست میمونن. حالا خودت انتخاب. شما با این کاری تو دارین شالوده زندگی 5 بچه بیگناه هانسم میپاشی. خانم قانون این حرفا سرش نمیشه، بی جهت خودتون رو ناراحت نکنین. هر گناهکاری باید به سزای اعمالش برسه. چی شد؟ تصمیم تو گرفتی؟ من با تو میام. عالی، من جلال رو میذاریم برای این بچه ها. ستاره، بچه ها کجایی؟ نفهمیدم این آقایی اینجا چی کار دارن؟ ستاره جریان از چه قراره؟ ستاره با تو هم میگم چی شده؟ من از اینجا میرم. تازه بچی دست اومد. خب به سلامت. اگه خیالت رسیده اینطوری خوشبخت میشی خب دیگه، تو که اسیر ما نیستی. نه فکرش نکن، این که دیدیم نراحت شدم فقط واسه این بود که بچه ها بهت عادت کرده بودن.
هیچ بهت خوش نمیگذره. یعنی هست دیگه چه میشه کرد؟ خوده که ما خیالمون تخت تخته، آدم کشتیم که نکشتیم، سر کسی رو کلا گذاشتیم که نذاشتیم، دزدی کردیم که لا ادامه بده. بله دزدی کردیم یا نه؟ اینا راست میگن که تو این گردن بند رو دزدیدی؟ کی میگه؟ من اینو خریدم، به قبله حاجت خریدم، 50 تومن پول بالش دادم. آینه تو شد، قسم میخورم ستره، باور کن راست میگم، قیمت این گردن من 15,000 تومن. چی داری پرت و پلا میشی؟ 15,000 تومن؟ بله. جلال تو دزدی نکردی؟ بگو جون تو تا حالا دزدی نکردم؟ گفتی گردن بندو خریدم. آتقی به جد سعادت من اون گردن بندو خریدم. خب بی گفتی قسم میخوردی؟ آخه اون منو به جون خودش قسم داده، ازم پرسید که تالت دوشته با میریزم رو سرش. ببین عزیزم، همه اینا مال تو میشه، همش جواهر و مروارید اصلی، هر دونش کلی قیمت داره. کدومشو میخوای ها؟ یکی دوتا یا همشو؟ کاره حرف بزن، از این به بعد در کنار من یه زوش باخت میشی. خب یالا انتخاب کن. تو میخوایی معامله کنی؟ میخوایی قلب منو بخری یا تنم؟ ستاره من همه وجود تو میخوام. جهانگیر محبت رو نمیشه با این چیزا خرید، همه اینو در مقابل عشق و محبت یه پوریسی هم ارزش نداره. بریدش و دور. سره؟ بله بله درست شنیدی. باید قبلا از شما اجازه میگرفتم. حتما برای خاطر این دختره رفتی نی؟ فرض میکنیم اینطور باشه، فرمایشی دیگه ندارین؟ نه خیر دیگه با تو کاری ندارم. من میرم ببینم چیه. خیلی خوب باشه. داشتیم بچه جون، اینجا منزل جلال. فرمایش گفتم منزل آقا جلال اینجا؟ آره اینجا. آره صبح اینجا بودم و رفتش، ستاره خانم برداشت با خودش برد. بالاخره ما نباید بفهمیم سرکار خانم محترم کی باشن که اومدن سراغ فقرا. خدایا چی میبینم؟ درسته؟
نامزدی جهانی هستم. آه بله بله. خب چه کاری میتونم براتون بکنم؟ شما ستاره رو از دست دادید، درسته؟ من جهانگیر رو. برای من مهم نیست. ولی الان این بچه تمام کارا رو درست میکنه. کدوم بچه؟ منظورتون جلیله؟ بیاین در گوش نمید. همون مشروب مخصوص فکرمی هم. خب تا تو میری مشروب منو بیاری، منم با نامزد خوشگه به یک کمی گه بزنم. خواهش میکنم. چه میشه کرد؟ حواست خوب جمع کن، مواظب باش با خانمون تو رو سخت بزنی، اگر نه هنوز جلال زندگیش تو دست منه. فراموش نکنی. خب عروس خوشگل من، تعریف کن ببینم عزیزم. این مخصوص پیر مردهایی که از کار افتادن و میخوان ادای جمونه رو در بیارن. داری جمع مست تو گفتی؟ منم باور کردم. راسته که میگن عروس ها خجالتیان و حرف نمیزنن. بگیرید امو جان، یه مشروب مخصوص شما. متشکرم جانگیر، من خوشحالم که تو میخوای سر و صورتی به زندگیت بدی. امیدوارم که برای هم زن و شوهر خوبی باشی. میخوام بخورم به سلامتی عروس و دوماد قشنگ خودم. بخور پیر مرد، اون وقت مثل یه سگ جون میدی و بعد من میمونم ثروت بی حسابت. نه اول باید نامزدی شماها رو اعلام بکنم، بعد گیلاس خودم رو بنوشم. نه الان این گیلاس رو میل کنید، من بازم براتون میریزم ابو جان. نه جانم، من دیگه اون قوه و بنیه سابق رو ندارم جهانگیر. بهتره که تو سر جای خودت بشین. بابا بشین. خانم ها و آقایون، من میخوام لیوانم رو به مناسبت آغاز زندگی دو جوانی که مثل دو گل نوشکفته هستن بنوشم. ولی قبلا باید خدمت همگیتون عرض بکنم که این آقا داماد برادرزاده عزیز و تنها وارث خانواده اونهای این دوره خیلی عهد شیطانی و عیاشی بود. خانم ها چه خبرته؟ این چه حرکتیه؟ قربان این دختره دیوونه منو هول داد، من گناهی ندارم. ابو جان هیچ ناراحت نشید، الان بازم براتون مشروب میارم. فرمایید قربان، این یه مشروب رقیقه. به هر حال سخن کوتاه میکنیم و مراسم نامزدی افتاده با سخن بسیار است. مجلس بی ما صفایی نداره. به همه آقایون اراضی رو اوباش سلام است. این کسافت رو اینجا راه داده؟ بزن گارش تو نوبت به خواب آق جنگی. آق جنگی من که سر در نمیارم. آخه جریان از چه قراره جهانگیر؟ چرا توضیح نمیدی؟ آقای محترم، دست پاچگی آق جانگیر رو به گل روی ماهش ببخشید. ایزوله دین، من از طرف ایشون دو کلوم آقایون خواهش میکنم اونا رو آزاد کنید. جریان از چه قراره؟ آخه من نباید بدونم. ما وقتی خونه این نامردم یا این پس کلمونم چهار تا چشم میکنیم. برای خورنک بخون گردن کلوفتی هم درد سریه ها. جلال ها
اول یه حرفی با تو دارم ستاره خانم. این راست میگفت، من یه جیب برم. زندگی واسه هر کسی یه چاله میکنه، واسه ما هم این چاله رو کنده. من نمیخوام اون بچه که تو کوچه و خیابون پیداشون کردم و نیگرشون داشتم یه روزی مثل من بشن. تو یه ستاره بودی و آسمون بی ستاره خونه ما رو روشن کرده بودی. میدونی اون روزی که تو میخواستی از خونه ما بری من از کجا میمارم؟ اون روز صبح من رفته بودم دنبال کار، به کلامی که تو سینه محمد رفته بودم دنبال کار. خدایشه بخواین فرداشم میخواستم برام امام زده و توبه کنم. اما این آق جهانگیر خان خوش غیرت جلوی راه ما ثبت شد و همه کاسه کوزای ما رو به هم ریخت. الان میخوام این دیواری که وسط ماجد و گشنه ها شما عیون هست بردارم و واسه یه دفعه که شده حرفم رو بزنم. آخه یه نیگاهی به خودتون بکنین، شما که تو خیابون تا یکم ماره میبینین دماغتون رو بالا میگیرین و در میرین. آخه مگه ما پسر شمریم؟ از تو لجن اومدیم بیرون؟ مال شهر کافراییم؟ آره، سال سال به من نگاه کنین. گفتم که من یه دوستم، اما همیشه قطع یه لقمه نون دوستیدم، ولی بعضی از شماها یه دنیایی رو میدوستین، قلب آدم رو میدوستین، چراغ خونه آدم رو میدوستین. احمق، دیگه کافی از اینجا بری بیرون. دهنت کل بگیره عوضی. میخوای بگر رسوایی میترسی؟ آره. مقصودت چیه پسر جون؟ آقای محترم، این جهانگیر خان شما یه دوست بزرگه، اما که دوستیده هیچی، از جنابالی هم دوستیده. از من؟ از من چی دوستیده؟ حیثه بدین، حیثه بدین. آتقی، وردش کن. بفرما تو خانمی. رفقه سابقه تو میبینی؟ نه؟ خوب نگاش کن، حتما الان تموم گذشته این انجیل تو به یاد میاری. نه؟ خانم اینجا میتونی حرفت بزنی. یلا. من سالهای سال گونه حرفه جهانگی رو خوردم. اون میگفت منو میگیره، میگفت که زندگی شیرینی در پیش داری. من از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم تا اینکه یه روز به من و رجب خان یه ماموریت داد و گفت اگه این کارو بکنی اون به هدفش رسیده. اون وقت میگه با من عروسی میکنی. میگم بله، اون روز خصوصا به دستور جهانگیر خان. سوسان، گناه اون اینه که پسر عموی منه. اگه اون زنده بمونه ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. از این گذشته بچه ای که مادرش از دست داده نمیتونه از زندگی لذتی ببره. پس چه بهتره که ما راحتش کنیم.
سوسن دیگه کافیه. راجا خان یلا با کمک سوسن تفتیارا رو بدیم. اتحاد خودم چش سوسن. واردش کن. اومدم نقل و نبات دووردم از اون خوباش آوردم جونه. اینجا چه خبره؟ اوه ستاره خانم هم که اینجا چه خوب. کامبیز جلید اون آقایی که اونجا بستده پدرته، پدر باقیه تو. پدر من؟ ولی من تو رو دوست دارم جلو. پسرم خدایا چی میبینم؟ کامبیز بیا بیا عزیزم. برو جلید، برو عزیزم. داشت در بیاد نفسشو میبرم. کامبیز تو بیا جلو، بیا جلو. ستاره تو باید همراه من بیایی. هر کسی دنبال ما بیاد پشیمون میشه. مواظب حرکاتت باش آقا جلال. ببرش تو ماشین، عجله کن. چرا باید شدی؟ بروده این پرهای کرد. روزا شلانتی
هستم یه روزی مثل من بشن. تو یه ستاره بودی و آسمون بی ستاره خونه ما رو روشن کرده بودی. میدونی اون روزی که تو میخواستی از خونه ما بری من از کجا میمارم؟ اون روز صبح من رفته بودم دنبال کار، به کلامی که تو سینه محمد رفته بودم دنبال کار. خدایشه بخواین فرداشم میخواستم برام امام زده و توبه کنم. اما این آق جهانگیر خان خوش غیرت جلوی راه ما ثبت شد و همه کاسه کوزای ما رو به هم ریخت. الان میخوام این دیواری که وسط ماجد و گشنه ها شما عیون هست بردارم و واسه یه دفعه که شده حرفم رو بزنم. آخه یه نیگاهی به خودتون بکنین، شما که تو خیابون تا یک کم ماره میبینین دماغتون رو بالا میگیرین و در میرین. آخه مگه ما پسر شمریم؟ از تو لکن اومدیم بیرون؟ مال شهر کافراییم؟ آره، سال سال به من نگاه کنین. گفتم که من یه دوستم، اما همیشه قد یه لقمه نون دوستیدم، ولی بعضی از شما ها یه دنیایی رو میدوستین، قلب آدم رو میدوستین، چراغ خونه آدم رو میدوستین. احمق، دیگه کافی از اینجا بری بیرون. دهنت گل بگیره علازی، میخوای بگر رسوایی میترسی؟ اره مقصودت چیه پسر جون؟ آقای محترم، این جهانگیر خان شما یه دوست بزرگه، اما که دوستیده هیچی، از جنابالی هم دوستیده. از من؟ از من چی دوستیده؟ حیثه بدین، حیثه بدین. آتقی، واردش کن. به فرما تو خانمی. رفیقه سابقه تو میبینی؟ نه؟ خوب نگاش کن، حتما الان تموم گذشته این انجیل تو بیاد میاری. نه؟ خانم اینجا میتونی حرفت بزنی. یلا من سالها سال گونه حرفه جهانگیر خوردم، اون میگفت منو میگیره، میگفت که زندگی شیرینی در پیش داری. من از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم، تا اینکه یه روز به من رجب خان یه ماموریت داد و گفت اگه این کارو بکنی اون به هدفش رسیده. در این وقت دیدو با من به عروسی میکنی. میگم بعد اون روز خصوصا به دستور جهانگیر خان ثروت خانمو میشم. تا اون وقت من و تو میتونیم یه زن و شوهر ایدئال بیم. آخه این بچه چی گناهی؟ بس سوسن، گناه اون اینه که پسر عموی منه، اگه اون زنده بمونه ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. از این گذشته بچه ای که مادرش از دست داده نمیتونه از زندگی لذتی ببره، پس چه بهتره که ما راحتش کنیم. سوسن دیگه کافیه. رجب خان یلا با کمک سوسن تفتیارا رو ببین. اتحاد کنم چشم. سوسن موسیقی
خودتو بدونی. واردش کن. اومدم نقل و نبات دووردم از اون خوباش آوردم. جونه اینجا چه خبره؟ اوه ستاره خانم هم که اینجا چه خوب. اون آقایی که اونجا بستدی پدرتی؟ پدر باقیه تو؟ پدر من؟ ولی من تو رو دوست دارم جلو. پسرم خدایا چی میبینم؟ کامبیس بیا بیا عزیزم. برو چه برو عزیزم. در بیاد نفسشو میبرم. کامبیس تو میه جلو میه جلو. ستاره تو باید همراهی من بیایی. هر کسی دنبال ما بیاد پشیمون میشه. مواظب حرکاتت باش آقا جلال. ببرش تو ماشین. عجله کن. شما استادی دروده این ترهای کرد.
رو ولش کن. فعلا با یه گلوله خلاصت میکنم. قبل از اینکه تو این کارو بکنی من این بچه رو میکشم. تا بیشتر از این جلوشو فشار ندادم هفتیر تو مناس بیاد. خدایا چیزی چه گناهی کرده؟ دستم این ناکس آخری زهر خود چی بریزه؟ خدایا بچه من نجات بده. چه فکری میکنی این بچه تو دست من اصلی هفتیر تو منداز؟ اگه نمیخوای گردن این بچه تو چند لح بشه هر چی میگم گوش کن. هفتیر تو بنداز بیاد. نه گوش کنی چی میگم. جون این بچه تو دست منه. هر کسی دست از با خطا کنه مغزش از هم میپاشم. چه حاکر دست از جون بچه من بردار. آخه اون چه گناهی داشت؟ کن پیر مرد احمق مردشی خورتو بچه تو ببرن. خب آقا جلال اگه جون این بچه رو دوست داری برو اون در رو باز کن. داری به چی فکر میکنی؟ میگم برو اون در رو باز کن. برو در رو باز کن تو نکشتمش. خوب به من نگاه کن. تو میدونی که من خیلی دوست دارم. پس قبول داری که من نمیخوام تو بمیری. تو قبول داری که جون تو رو بیشتر از جون خودم دوست دارم. پس اگر راست میگی بیا طرف من. بیا پیش من. نه بچه منو میکشه. چیقیل اگه منو دوست داری بیا پیش من. بدو بیا پیش من. بدو جلال حالا چی خوبه؟ راستی جلال تو چه تو جرات شدی بگی جیغی در جلال هفتی رو بفر شد میکشتش دیگه کن جلالی هست جلالا همه به زنگاه رو کاری کرده بودی؟ سنیر میشه بگی آمولان خبر کنی آمبولان سلام میاد خانم. آقای پلیس به شما چی خبر داد چه بیاد؟ آقای چی؟ چی اینجا تیر اندازی کرده؟ من آقای پلیس. بسیار خوب بریم جا بسیار بریم یعنی در شیطون رفته خونه و زندگی یعنی اون دیگه پیش ما نمیاد. جلال جلال چیدی گوش کن جلی تو بس برگردی به خونه. نه من میام پیش شما. من شما رو دوست دارم. نه جلی تو دیگه خونه و زندگی داری پدر داری بس برگردی به خونه. درسته خانه باید بگیرم.